در زادروز تولد افشین اوسانلو، کارگر ایرانی، کارگر کشته شده ایرانی در زندان ولایت فقیه، مادر او در سخنهای تازه از داغ خود میگوید: حکومت اسلامی ایران از برگزاری هر گونه مراسمی به مناسبت سال روز تولد افشین اوسانلو جلوگیری کرده است، همچنان که از هر گونه مراسمی به مناسبت قتل او در زندان جمهوری اسلامی نیز جلوگیری کرده بود. هنوز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هیچ گونه رسیدگی روشنگرانه‌ای به ماجرای قتل افشین اوسانلو در زندان جمهوری اسلامی به عمل نیاورده است. آن سوتر شاروخ زمانی، کارگر زندانی از زندان گوهردشت به نقطه نامعلوم منتقل شده است و در تهران گروهی از کارکنان صنعت پتروشیمی اصفهان در برابر ساختمان شرکت نفت وزارت نفت دست به تجمع زدند. آنان ماهاست که حقوق خود را دریافت نکرده. آنچه که در عرصه کارگری در ایران می‌گذرد، چه در عرصه خارج از زندان و چه در زندان‌های جمهوری اسلامی و نیز آنچه که در عرصه بین‌المللی برای توجه دادن جامعه جهانی به وضعیت کارگران در ایران در جریان است، در میان خواهیم گذاشت با آقای منصور اوسانلو، فعال سندیکایی و کارگری در نیوجرسی که با من و شما هستند. تا لحظاتی دیگر. آقای اوسانلوی عزیز، سلام به شما. سلام، صبحتون بخیر. آقای اوسانلو، میدونم به هر حال برای شما مثل هر برادر، مثل هر انسان دیگری، داغ برادر داغی نیست که فراموش شدنی باشه، به خصوص شما که همه کارگران ایران رو به نحوی برادر خود میدونید، برادران و خواهران خودتون میدونید، در عمل این رو نشون دادید، به خاطر اونها به زندان رفتید، شکنجه شدید، زجر کشیدید. مادر اوسانلوها به تازگی سخن گفت، مادر شما و افشین، داغ دل مادری که بینندگان ما میتونن درک کنن این رو که فرزندش در زندان کشته شد و شاکی از اینکه هیچ گونه رسیدگی نشده، هیچ گونه تلاشی برای اینکه روشن بشه قضیه چی بوده انجام نشد. از شما میشنویم، آیا واقعا میشه توقع داشت از دستگاه جمهوری اسلامی که بیاد و روشن کنه چه کسانی مسئول بودن و نبودن؟ سلام مجددن و اینکه ممنونم که شما به این خبر توجه کردید. همینطور که گفتید 26 فروردین سال روز تولد افشین بود. افشین تنها به جرم تلاش برای کمک به بازگشایی سندیکای کارگران یا رانندگان و کارگران میان جاده‌ای و به قول معروف بیابانی که در دفتر دوم سندیکا که در خیابان ابوریحان ما بازگشایی کردیم، با خود من همکاری میکرد، دستگیر، زندانی و سپس میبینیم که در زندان رجوعی شهر جانش از دست داد، بدون آنکه پاسخی بشه و بدون آنکه پاسخ خانواده رو بده.
مادر و برادرم در این رابطه شکایت هایی کردن در شورای عالی رسیدگی به مسائلی که در رابطه با پزشکی قانونی کرج بود که اونجا پاسخگو بایستی می شدن در مقابل کاربرد شکافی که کرده بودن و البته مدارک و اسنادی هم خیلی ناچیز تونستیم توسط وکیل شجاعمون به دست بیاریم. یکی از وکلای سندیکا که کماکان همکاری میکنه با خانواده های کارگری و نشون میده که نه تنها رسیدگی کافی نشده، بلکه در زمان کالبد شکافی فقط یک قرص پروفانول و دو قرص مربوط به بیماری های عصبی در معده ایشون پیدا شده و اصلا ربطی به قضیه مربوط به حمله قلبی یا سکته قلبی نداشته که مثلا تی ان جی یا نیتروگلیسرین به قول معروف میدن معمولا تا اون فشاری رو که به قلب اگر آمده پایین بیارن. ضمن که افشین اصلا سابقه بیماری قلبی نداشت و با اینکه اون همه شکنجه شده بود و ماهای زیادی رو در انفرادی و حتی زندان سنندج قپونی زده بودن، آزمونش کرده بودن، شلاق زده بودن در اون 4 ماهی که تو 209 بود و یه قده ای در قسمت پشتش زیر کتفش ایجاد شد که به همراه خانواده و عزیزانمون در بیمارستان داراباد موفق شدیم جراحی کنیم و اون قده از کمرش خارج شد و دوباره ایشونو برگردوندن به زندان اوین و پس از اون به زندان رجایی شهر به دلیل اعتراضی که نسبت به رفتار بدی که با زندانی ها داشتن. و بعدم که اونجا میبینیم که به این بهانه حمله قلبی بیمارستان و زندان، بیمارستان رجایی کرج و زندان رجایی شهر 12 دقیقه بیشتر فاصله با هم دیگه ندارن. این مسیر رو وکیل ما و برادر من با ماشین طی کردن قبل از شکایت با سرعت 30 کیلومتر در ساعت، یعنی کمترین سرعت که میشده یک نفر رو با آمبولانس رسون به بیمارستان از زندان، ولی 3 ساعت و نیم تا 4 ساعت بعد از اینکه ایشون رو از بند خارج میکنن و به بهداری زندان میبرن به بیمارستان میرسونن که متاسفانه مسئولین بیمارستان اعلام میکنن ایشون قبلا جان سپرده و با قلبی که دیگه نمیتپیده به زندان رسوندنه، به بیمارستان رسوندن. و اونجا آقای اوساندوی عزیز یعنی هیچ کدوم از مسئولان، نه زندان، نه مسئولان قضایی، نه بازرسان، مراجعه کردید مادر شما، خانواده، و هیچ توضیح روشنی ندادن، یعنی مسئولیتی رو بر عهده نگرفتن در مورد ستار بهشتی عزیز، کارگر دیگه ای هم که کشته شد در زندان. وضعیت به شکلی در اومد که به ناچار برخی مسئولیت رو به گردن گرفتن، یعنی بازجویی که بود. در مورد افشین چی؟ متاسفانه نه تنها که مسئولیت رو نپذیرفتن، بلکه جدیدن که دیگه باعث شد مادر احساس کنه رسیدگی از راه‌هایی که ظاهرا قانونی ولی کاملا بیفایده است به جای رسید که درد دلش رو بیان کرد و بالاخره صدای خودش رو بلند کرد و این ظلمی رو که میشه بیان کرد. و من همین اجازه نداشتم تا قبل از اینکه اونها که در اون شرایط سخت هستن در این باره سخن بگن، خودم باب گفتگو رو بیشتر از اون قبل باز کنم، چرا که تازه نامه ای دادن از طریق دادگاه کرج که برادران و دیگر اعضای خانواده ولی دم نیستن که پیگیری کنن و ما به اونها اصلا جوابی نمیدیم. شما بیا از اول خودت و پسر بزرگ افشی شکایت بکنید و از اول ما رسیدگی بکنیم و پزشکی قانونی دوباره بیاد یک شورای تشکیل بده و در اونجا رسیدگی بشه به علت مرگ. این یعنی یک دور باطل که خب ایشون دیگه با این جواب آخر رو شنید که اون رسیدگی های قبلی هم پاسخی نخواهد داشتون از طریق مثلا برادران اجرا شده، از طریق خود مادر و پسر ایشون به عنوان ولی دم دوباره از اول بعد تازه بیان شکایت آغازین رو بکنن که خب عملا میبینیم که یک ظلم جدید است و گویا یک دهنکجی به خانواده‌ای که فرزند زحمتکش خودش رو در زندان بیدلیل از دست داده. این نه اینکه ما فکر بکنیم که این حکومت یا سیستم پاسخگو میشه
در مقابل این نوع بیمسئولیت ها و جنایت ها، بلکه اون روند هایی رو که وکلا پیشنهاد میکنم، کسانی که مسیرهای مثلا پیش بینی شده قانونی رو که این حکومت گردن به اونا اجرخ نمیده پیش پا میگذارن، خب ما استفاده میکنیم، خانواده پیش میره تا ثابت بشه که این سیستم به هیچ وجه حتی زیر بار قوانین خودش هم نمیده، هیچ مسئولیتی رو نمیپذیره. کمان که در مقابل مرگ ستار بهشتم آخر چی گفتن؟ گفتن این یک مرگ شبه عمد، اونا نپذیرفت. چرا؟ نه نپذیرفتن بشه. من ببینید، اولا منصور افشین از شما بزرگتر بود، درست؟ نه خیر، ایشون فقط 42 سالش بود، خیلی جوان و نیرومند و سرحال بود، جوان تر شما و متأهل بودن و بچه داشت. بله، همسر داشتن، دو فرزند داشتن. بله. شما به عنوان برادر افشین که برادر جوانتر خودش رو دست داده در زندان، در زندان جمهوری اسلامی، چه کسی رو مسئول میدونید؟ شکنجگر رو، زندانبان رو، قاضی رو، مسئول دستگاه قضایی رو، ولی فقیه رو، مجموعه نظام رو، چه کسی مسئول قتل افشین و افشین هاست در زندان، مسئول قتل ستار بهشتی، امید رضا میر سیافی و بسیاری دیگه که در زندان کشته شد؟ من با توجه به تجربه‌ای که خودم هم تو زندگی، هم در رابطه با کار و سندیکا و اخراج و زندان و شکنجه و عدم رعایت حتی قوانین خود جمهوری اسلامی در حق مردم شده، کل این سیستم به دلیل اینکه از اول بسیار نادرست چیده شد و از اول با داشتن اصلی مثل ولایت فقیه که قدرت مطلقه رو از زمین به آسمان برد و خدا رو کرد نماینده ولایت فقیه در امور کهکشان ها، همه مسئولیت و همه این جنایت هایی که شده، این جفاهایی که در حق ملت میشه، فقط کشتار داخل زندان نیست. شما نگاه کنید همین الان خانواده های زندانی ها میرن به ملاقات کتک میخورن، توهین میشن، آزار میبینن. الان آرش محمدی و آیت مهرعلی بیگلو در زندان تبریز دست به اعتصاب قضا زدن به دلیل اینکه خانواده هاشون آزار دادن به هنگامی که میخواستن بیان ملاقاتشون توی زندان. یا داستان شاهرخ زمانی که در پیش برنامه شما فرمودید، حالا بعدا بهش بیشتر میپردازیم. در یک سطح وسیع ملی شما میبینید که چه با همه مردم دارن میکنن و این مسلما مسئولیت ولایت فقیه همه بیشتره، چون بیشتر قدرت و ثروت در اختیارش هست و علاوه کل سیستم جمهوری اسلامی که در هم تنیده شده و متاسفانه از مدار حتی قانونیت خودش هم به خارج رفته و حتی قوانین خودش هم که تبدیل کردن در بخش قضایی به قوانین اسلامی از همون روز اول نمیتونست پاسخگو باشه و با اولین قتل و زندان غیر قانونی و اولین محاکمه بدون حضور وکیل و بدون رعایت آیین دادرسی، ما میبینیم که این بنای کج، خشت اولش کج نهاده شد و تا اینجا رسید که حالا کارگران و دانشجویان و فرزندان مردم در خیابان‌ها و زندان‌ها کشته میشند و هیچ کس پاسخگو نیست، چون شخص ولایت فقیه باید بیاد پاسخ همه این مسائل رو بدهد. بله، خب بسیار کسانی که در زندان کشته شدن، متاسفانه فهرست اسامیشون طولانی تر از وقت برنامه ما، دختران و بانوان ایرانی، زهرا یعقوبی، زهرا کاظمی عزیز، هم مدرسه ای من که در زندان کشته شد، هم مدرسه ای من در مدرسه عالی تلویزیون و سینما، و انگوش اتهام متوجه شخص سعید مرتضوی شد با اطلاعات به دست اومده ای که شخص سعید مرتضوی زهرا کاظمی رو که عکاس بود، هنرمند بود، از کانادا به ایران رفته بود، از خانواده های زندانیان سیاسی اعادت کرده بود و عکس هایی گرفته بود در از تجمع خانواده های زندانیان سیاسی در برابر اوین، به داخل زندان برده شد و چند روز بعد پیکره
زهرا کاظمی رو تحویل داد. این عدالت اسلامی است، اما عدالت اسلامی به روایت فقیه. آقای اوسانلوی عزیز، از سعید مرتضوی اسم بردیم، دادستان سابق انقلاب جمهوری اسلامی. در اینجا 1000 کارگر خبر هست که شکایت کردن از سعید مرتضوی، بابک زنجانی و نمایندگان مجلس. خلیل بهرامیان در واقع وکیل مدافع کارگران اعلام کرده که این شرکت ها و کارخانه های تولیدی کشور علیه متخلفان پرونده تأمین اجتماعی شکایتی رو مطرح کردن، چون آقای مرتضوی دوره هم رفت مسئول تأمین اجتماعی شد، خدماتی انجام داد در اونجا آقای؟ بله، خدماتی که ایشون انجام دادن خب اظهر من الشمس شد که در پرونده تحقیق و تفحص مجلس هم آمد که دودمان سازمان تأمین اجتماعی این صندوقی رو که کارگران با حق بیمه خودشون ذره ذره طی شاید نزدیک 80 سال به وجود آوردن 1325 به بعد برباد داد و غارت کردن این صندوق رو به همراه مدیر کلا و همراهان و وزرا و معاون وزرا که در اون گزارشی که در مجلس آمد خب شما دیدید که حتی اعضای خانه کارگر و علیرضا محجوب هم در نامه هایی که به دبستان شد امثال آقای مرتضوی و اون مسئولین هیئت تحقیق و تفحص مجلس دادند چطور پتی همدیگر رو روی آب ریختن و بیش از 30,000 میلیارد تومان از به اصطلاح این صندوق یغما رفته و بعد می‌بینیم که بیشتر از 13,000-14,000 میلیارد تومان شرکت‌های صندوق رو یه دفعه خیلی راحت سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌کنه به آقای بابک زنجانی با نمی‌دونم چند تا چک بدون پشتوانه 2.5 میلیارد یورویی که از طریق بانک‌های آقای بابک زنجانی در نمی‌دونم اندونزی و مالزی پاس بشه که بعد معلوم شد چنین چیزی هم وجود نداره و این شرکت‌هایی هم که به ایشون داده بودن تضمین شد که ایشون بدهی خودش رو به وزارت نفت مثلا پایمال بکنه. به هر حال این شکایت علاوه بر این 1000 نفر کارگری که از طریق اتحاد آزاد کارگر و بعد کارگران پروژه‌ای و همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد و بعد کارگران در کارخانه‌های مختلف و در اصفهان بیش از این امضاها بوده که حالا خیلی در این خبر بخشش اشاره شد به جناب خلیل بهرامیان وکیل شورای بسیاری از زندانیان سیاسی و کارگران ایرانی هم اغلب کارگران این مسئولیت رو پذیرفته که در دادگاه این پرونده مطرح کنه تا امس مرتضوی و اگه ببینید من یه کوتاه بگم فقط مرتضوی نیست، طی این 30 سال گذشته تمام کسانی که در وزارت کار و تمام کسانی که به عنوان مدیران صندوق تأمین اجتماعی و بیمه های تأمین اجتماعی قرار گرفتن به دلیل عدم پاسخگو بودن خودشون و نداشتن سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری پاسخگو نبودن و این صندوق رو به تدریج به این وضع ورشکستگی انداختن و غارت کردن که واقعا این پرونده های گروز اگر رسیدگی بشه معلوم میشه تک تک کسایی که به نوعی در پست و مقامی قرار داشتن که به وزارت کار و تأمین اجتماعی مربوط میشده چطور در این غارت دست به یکی کردن و این وضع ظالمانه رو بر بیمه شده های تأمین اجتماعی کارگرا و بازنشسته ها و مستعمره بگیرا حاکم کردن. بله، صحبت تأمین اجتماعی شد، این خبر تأسف انگیز رو هم ما داریم که صنعت پتروشیمی در ایران که پیش از انقلاب پایه‌گذاری شده بود و میرفت که فراورده ها یا تولیدات پتروشیمی مورد نیاز و در منطقه زیر پوشش خودش قرار داده، برنامه ریزی که وجود داشت این بود که در یک دهه بعد ایران صادر کننده عمده محصولات پتروشیمی نه تنها به منطقه و اون زمان شوروی سابق اگر می بود و الان کشورهای آسیای میانه می شد، بلکه به هر حال اگر می تونست بازارهای اروپایی هم دستی پیدا می کرد. اما صنعت پتروشیمی ایران در پی انقلاب عملا ویران شد. ظرف یک دو روز اخیر
ده ها کارکنان پتروشیمی اصفهان به تهران اومدن در برابر وزارت نفت. جالب اینه که در سال 1000 در دولت آقای خاتمی، چند سال، دو سال، بیش از دو سال به پایان دولت آقای خاتمی، پتروشیمی اصفهان به دلیل بدهکاریش به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد. صنعت پتروشیمی به تامین اجتماعی واگذار شد. پس از اون در میانه دولت نخست احمدی نژاد به وزارت نفت واگ برگردانده شد عملا، اما هیچ کس مسئولیت تامین حقوق اونها رو به دست نگرفت، یعنی عهده‌دار نشد و الان بسیاری از اونها سرگردان حقوق و پول خودشون رو دریافت نکردن و بسیاری مشکلات دیگه. ذکر خیر شد از وکلایی که دفاع از کارگران میکنن، مساله کارگران. این رو هم بگیم در ایران تنها کشوری است که وکلای مدافع به زندان رفتن، ده ها وکیل به زندان رفتن طی سالهای گذشته. الان هم آقای سیفزاده عبدالفتاح سلطانی در زندان هستن و وکلای دیگری. و اما آقای شارق زمانینگ عزیز، کارگر عزیز ایرانی رو از زندان گوهردشت آقای اوسانلو میگن به نقطه نامعلومی منتقل کرده. شما در این زمینه خبری دارید؟ احتمالا کجا بردن؟ شاهرخ زمانی عضو هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزینات ساختمان هست و از همون سال 84-85 که فعالیت سندیکای دامنه دار شد، ایشون هم در جشن سال باختری که ما در روز اول ماه می 1384 گرفتیم حضور داشت و همکاری میکرد. در زندان هم که ایشون رو بردن بیرحمانه 11 سال حکم زندان دادن، ادامه داد به فعالیت های خودش و دفاع از حقوق کارگران و دفاع از حقوق زندانیان. ایشون رو به یعنی در کمال بگم ظلم، ستم، بیقانونی بردن به زندان قزلحصار از زندان رجای شهر. و قزلحصار خوب جاییست که 20,000 زندانی است که 13,000 نفر از اونها فقط حکم اعدام دارن و 7,000 نفر از اونها هم حکم ابد و جای بسیار عجیب غریبی است به عنوان یک زندان بزرگ که کنترل روش کمه. اعتصاب قضایی که شاهرخ کرد و 38 روز به طول انجامید، بیشتر از 22 کیلو وزنش از دست داد. با حمایت هایی که کارگران ایرانی امثال من که در اینجا تونستیم اطلاع رسانی بکنیم و دیگران، بیشتر از 550 نفر امضا جمع آوری شد از داخل و خارج کشور و به نهادهای بین المللی کارگری داده شد برای که ایشون یا آزاد بشه یا به زندان گوهردشت کرج برش گردونه. که بعد از این نامه نگاری ITUC اتحادیه بزرگ کارگران جهان با 176 میلیون عضو درخواست آزادی و باز گردوندن ایشون رو داد به مسئولین حکومت جمهوری اسلامی و همچنین امینستی انترنشنال که عفو بین‌الملل مشهور شده به غلط و همون دفاع سازمان دفاع از حقوق بشر هم هست، همچنین پشتیبانی بین‌المللی برای ایشون کرد که ناچار شدن دو روز قبل ایشون رو برگردونن به زندان گوهردشت. منتها قبل از اینکه به زندان گوهردشت برن ایشون رو میبرن به شعبه هفته داخل آب کرج و اونجا براش پرونده جدیدی هم دوباره باز میکنه. پس از اون ایشون رو بردن به داخل زندان رجای شهر، ولی گویا یا تو قرنطینه باید باشه یا به انفرادی دوباره برده باشن و هنوز به بند عمومی و سالن 12 که سالن زندانی های سیاسی است نبردن که ما خبر دقیق داشته باشیم و هنوز همبندی های ایشون رو در زندان رجای شهر مشاهده نکردن. امیدواریم که این مبارزات و پشتیبانی که همه زندانی ها از همدیگه کردن، مبارزین کارگری و روشنفکری و آزادی خواه در داخل ایران و پیوند اون با مبارزات جهانی و اتحادیه های جهانی کارگری و حقوق بشری راهی رو باز کنه که برای همه زندانه و مردم ایران پشتیبانی های بین المللی بیشتری رو بشه فراهم کرد تا جان امثال شاهرخ زمانی ها نجات پیدا کنه و همه این عزیزان ما زندانیان سیاسی و بیگناه آزاد بشن. آقای اوسانلو، در هفته ای که گذشت من خبر دادم که در شما باز در عرصه بین المللی تلاش های در همین مسیر که اشاره کردید در ارتباط با وضعیت کارگران زندانی، معلمان زندانی، بقیه زندانیان سیاسی به عمل آوردید برای
آزادسازی اونها برای اجرای عدالت درباره همه ایرانی هم. این رو من خبر دارم از زبون خودتون میشنویم برای بینندگان تفسیر خبر. در هفته گذشته حضور شما در نشست های بین المللی یا ارتباط با سازمان های بین المللی و برنامه‌ای که در هفته آینده هست در اینجا. متشکرم. من خب از طرف کنگره سالیانه امنستی اینترنشنال که در شهر شیکاگو برگزار شد دعوت شدم و یک فرصت سخنرانی به عنوان مهمان ویژه به من دادن و در اینجا من سعی کردم یک گزارش از وضعیت نقض حقوق بشر ایرانیان به خصوص زندانیان و زندانی های سیاسی، عقیدتی و دیگر باش و دیگر اندیش دادم و خواهان همبستگی بیشتر و پشتیبانی بیشتر این نهادهای بین المللی حقوق بشری شدم در اون کنگره در شهر شیکاگو که 800 و شاید 560 نفر به نمایندگی از 1 میلیون نفر از اعضای امینستی اینترنشنال یا مدافعان حقوق بشر در آمریکا حضور داشتن که اینها نمایندگی میکنن حدود 1 میلیون نفر رو که در این تشکیلات به این شکل عضو هستن و در اونجا اسامی بسیاری از این زندانی های سیاسی خودمون مثل همین آقای شاهرخ زمانی، رضا شهابی، محمد جراحی، رسول بوداوی، آقای قنبری، آقای داوری، آقای بری، از جنگ داوودی، آقای حسن تفاح، وکیل 86 ساله که سرطان خون داره و در زندان رجای شهر هنوز در زندان است فقط به دلیل دفاع از حقوق کارگران و دیگر کسانی که لیست رو اونجا داشتم ارائه کردم. همچنین بعد از اون در کنگره جهانی کارگران لیبرنت که از 156 کشور حضور داشتم و از سراسر ایالات متحده هم نمایندگان اتحادیه‌های آزاد پیشروی کارگری حضور داشتن که در اونجا هم در پنلی که در اختیار من قرار گرفت گزارش از وضعیت اقتصادی، نابسامانی و فشارهایی که بر کارگران و دستمزدبگیران ایران، آموزگاران ایران، پرستارا، اساتید دانشگاه، خبرنگارا و هنرمندان ایران می‌رود و اینکه جلوی ایجاد تشکل‌های واقعی صنفی رو می‌گیرند و اینکه ما به یک پشتیبانی بین‌المللی احتیاج داریم و اینکه خصوصی سازی حکومتی بدون حضور یک بخش خصوصی واقعی چه بلایی بر سر اقتصاد ایران و دستمزدبگیران ایران آورده دادیم که اونجا هم مورد توجه شد، پرسش و پاسخ زیادی شد و ارتباطات زیادی با بسیاری از این اتحادیه‌های بین‌المللی تونستم برقرار کنم و امیدوارم در آینده نتایج این حضورها و این گزارش‌دهی‌ها به گوش هممیهنان ما از طریق رسانه‌های مثل شما برسه. بله، سپاسگزارم آقای اوسانلوی عزیز. مطمئن هستم تلاش های شما در عرصه بین المللی حتما به نتیجه خواهد رسید. قابل توجه سازمان های بین المللی، نهادهای بین المللی حقوق بشر و نیز قابل توجه همه کسانی که دل در گروه رعایت عدالت و موازین حقوق بشر دارند. آقای حسن تفا وکیل دادگستری مبتلا به سرطان خون در زندان ولایت، مثل بسیار دیگه از بیمارانی که در زندان هستن، زندانیان بیماری که رنج میبرند اما از هر گونه خدمات پزشکی هم محرومند، جدا از این که اساسا چرا باید در زندان باشند. با سپاس دوباره از شما آقای اوسانلوی عزیز و با امید به اینکه مطالبات مادر اوسانلوهای گرامی به نتیجه برسه، همچون مطالبات مادران بسیار که فرزندان خود رو طی بیش از 30 سال اخیر تاریخ ایران در اثر ظلم ولایت فقیه از دست دادند. این برنامه هدیه بسیار کوچکی است به مادر اوسانلوهای بزرگ به مناسبت سالگرد تولد افشین اوسانلو که یادش همیشه در ضمیر تاریخی ایران و مردم ایران خواهد بود، چون بسیاری دیگر از کارگران عزیز و گرامی که در راه مصالح ایران گام برداشتند و منافع عمومی مردم ایران. سپاسی دوباره از شما منصور خان اوسانلو. با
سپاس از شما و مردم ایران که این فرصت در اختیار ما قرار میگیرید. تشکر میکنم. پیخواهیم گرفت تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظاتی دیگه. در این نیمه برنامه خانم مریم معزنزاده با من و شما هستند در مالزی. خانم معزنزاده در عرصه حقوق بشر فعالیت می کنند در ارتباط با آنچه که در ایران می گذرد. از هواداران آقای کاظمی بروجردی هستند، روحانی شیعه که سالهاست در زندان به سر میبرد به این خاطر که خواستار جدایی دین از حکومت شده است. بارها علیه آنچه که ظلم، بی‌عدالتی و جنایات مسئولان جمهوری اسلامی نامیده زبان به اعتراض گشوده است علنا و از زندان نیز در چارچوب امکانات و با مشکلات بسیار پیام های گوناگونی به سازمان های بین المللی فرستاده است. آقای کاظمی بروجردی، خانم مریم معزنزاده در بسیاری از عرصه های مربوط به حقوق بشر در خارج از ایران تلاش دارند، مرتبط هستند و در چندین تجمع مربوط به حقوق بشر مربوط به سازمان ملل متحد در همین رابطه شرکت کرده. به ایشون سلام میگیم و به اتفاق شما بینندگان خوش آمد. به خانم مریم معزنزاده درود بر شما جناب آقای چالنگی و سلام میگم به همه هموطنان خوبم، مردم خوب و مهربان ایران. خوبه، هموطنان بد زیاد نداریم ولی خب به هر حال هستند کسانی که بدی میکنند و متاسفانه این بدکاران کم نیستند در هیچ جای جهان. شما به ما بفرمایید، اون کسانی که در حق دیگر هموطن خود بد میکنند از جمله در زندان ها، آخرین خبرها رو در مورد آقای کاظمی بروجردی از شما میشنویم. بله، متشکرم آقای چالنگی. اگر که فرصت داشته باشم یک اطلاع کوچیکی بدم در مورد اینکه آقای کاظمی بروجردی، همونجور که شما و سایر دوستان میدونید، الان هشتمین سال از زندانی بودن خودشون رو دارن سپری میکنن از حبس 11 ساله خودشون رو. منتها در اثر این زندان طولانی مدتی که به طور پیوسته و بدون مرخصی بوده تا کنون، شکنجه ها و ناراحتی های زیادی رو تحمل کردن که منجر به ناراحتی های جسمی زیادی برای ایشون شده، بیماری های بسیار ناراحت کننده و آزاردهنده رو برای ایشون ایجاد کرده. منتها بدترین کاری که میشه در مورد یک انسان انجام داد، مقامات انجام دادن و ایشون رو محروم کردن از دارو و درمان، که در مورد حمله قلبی، سنگ کلیه و ناراحتی ریوی ایشون بسیار آزاردهنده است نبودن دارو و خیلی سخت کرده تحمل این حبس رو. حالا از موارد دیگه بگذاریم. آخرین خبرها این هستش که در اثر کمپینی که ایجاد شده، کمپین کاظمی بروجردی را زنده نگه دارید، دوستان ما، همراهان ما، کسانی که پیوستن به این کمپین، همه گونه تلاشی کردن برای اینکه صدای ما رو در مورد این ظلمی که با آقای کاظمی بروجردی روا میشه به سازمان‌ها و افراد مدافع حقوق بشر برسونن و کاری بکنن برای یک انسان آزاده که برای آزادی تلاش میکرده و داره در زندان زجر میکشه. نتیجه اون بیانیه های بسیاری داشته، از جمله جدیدترین بیانیه ارجنت اکشن امنستی هست، سازمان عفو بین‌الملل،
که به طور اورژانسی بیانیه داده که باید ایشون هر چه سریعتر به بیمارستان منتقل بشه و مورد درمان قرار بگیره و هر چه زودتر آزاد بشه. در این بیانیه اومده که ایشون یک زندانی عقیدتی هست که هیچ جرمی نداشته به جز ابراز عقیده و بنابراین باید آزاد بشه. بیانیه دیگه که پشت سر این بیانیه امنستی صادر شده از سوی سازمان ملل بوده، شورای حقوق بشر سازمان ملل، و از سوی 5 گزارشگر ویژه‌ای که در سازمان ملل کار میکنن: گزارشگر شکنجه، گزارشگر سلامتی، گزارشگر ویژه ایران آقای دکتر احمد شهید، گزارشگر ادیان. 5 گزارشگر ویژه این گزارش رو دادن در مورد آقای کاظمینی بروجردی و همچنین یک زندانی دیگر به نام آقای پورشجری، که این زندانیان رنج میکشن از عدم درمان و گمان میرفت که در اثر این بیانیه‌ها و این عکس العمل‌ها بالاخره مقامات حاضر بشن ایشون رو حداقل درمان بکنن یا بهشون دارو برسونن. خانم معزین زاده، تا اونجایی که من اطلاع دارم شما به چند نهاد بین المللی در اروپا مراجعه کردید، از جمله دفتر حقوق بشر یا دفتر سازمان ملل متحد در سوئیس. این تلاش ها تا چند اندازه در ارتباط با وضعیت آیت الله آقای کاظمینی بروجردی بوده و آیا در این مسیر شما به وضعیت زندانیان دیگه هم اشاره داشتید یا گزارش هایی به این مراجع بین المللی ارائه کردید یا خیر؟ بله جناب آقای چالنگی، ما یک نهاد مدافع حقوق بشر تأسیس کردیم به اصطلاح هم حقوق شهروندی و حقوق بشر به نام بروجردی، به افتخار آقای کاظمینی بروجردی که مانند یک دیدبان حقوق بشر داخل زندان ها مدام نقض حقوق بشر رو گزارش میکنه حتی به بهای جانش. ما به افتخار این مرده که اینجور داره با شجاعت کار میکنه اسم نهادمون رو بروجردی سیویل رایتس گروپ گذاشتیم و فعالیت میکنیم. کار ما، چون اعتقاد ما این هستش که در همه کاری باید با اتحاد و همبستگی با سایر گروه ها باشیم و بهتر میتونیم نتیجه بگیریم در همبستگی با سایر گروه ها. بنابراین این کار رو عملی کردیم با همه گروه ها، با هر عقیده و فکری که برای حقوق بشر تلاش میکردن در تماس هستیم، همکاری میکنیم. یک نهادی بودش مدافع و حمایت زندانیان سیاسی که خانم محبوبی هستن مسئولشون، یکی از این نهادها هست که ما با اونها کار میکنیم. اونها کمپینی رو برای زندانیان بیمار گذاشتن که تاکنون حدود 100 نفر زندانی بیمار رو لیست دادن و ما با اونها همکاری کردیم برای این کمپینشون، هر کاری که تونستیم انجام دادیم و اونها هم خیلی تلاش خوبی کردن. این لیست 100 نفره رو من هر جا که مراجعه کردم بردم و هم صحبت کردم در موردشون که این دارن این زندانی ها رو رنج میدن، زندانیانی هستن که بیمار هستن و مورد رنج خواهیم گیرن، و تأکید کردم حتی در جلسه مخصوص اعدام که در بساطه یک ساید افکت در سازمان ملل تشکیل شده بود و آقای احمد شهید هم شرکت داشتن، دکتر امیر مقدم بودن مسئول بساطه نهادشون علیه اعدام هست و کار میکردن، من اونجا ازشون خواستم که این مورد رو به نوعی اعدام خاموش تلقی بکنن و بنامن، به خاطر اینکه کشتن انسان ها چه با حکم اعدام باشه چه با از روی عمد و با در اصل بدون رسوندن دارو و درمان بذارن جایی که بمیره، یک نوع اون هم نوعی کشتن و اعدام میتونه باشه و خواهش کردم که این رو هم مورد بررسی قرار. خب یک نکته هست، ببینید آقای کاظمینی بروجردی حرفش روشن است بیرون از زندان این بود که و در داخل زندان که شما دین رو باید از حکومت جدا کرد به خاطر بازگرداندن احترام دین به بین مردم و به خاطر اینکه کار حکومت کاری است تخصصی و امروزی است، نیازها یا هر چه که از جامعه امروزی نیازمند حکومت امروزی است، به هر حال ثمره جز لطمه به هر دو طرف نداره، هم به دین و هم به حکومت. این حرف روشن. حالا بگذاریم، بعد از آقای کاظمینی بروجردی بسیاری از کارگزاران حکومت فقیه که به دلایلی جدا شدن اومدن بیرون،
حق هر کسی است که یک زمانی بفهمه راهی رو رفته اشتباه رفته به راه جدیدی، اما اونها بیرون اومدن و همین جا در آمریکا و اروپا هستن با توسل به کسانی مثل کارل پوپر یا هابرماس یا بقیه و شروع کردن تبلیغات در این زمینه ها، خودشون رو در تلاش این هستن که اولین کسانی مطرح بکنن که خواستار جدایی دین از حکومت شدن. حیرت آور است. در این مورد حتما زمانی صحبت خواهیم کرد. کسانی که در شکنجه ها نقش مستقیم داشتن، در تحکیم بخشیدن به این حکومت نقش مستقیم داشتن و در حتی فرو کردن پونز به پیشانی دختران و مردم در خیابان ها نقش داشتن، امروز با حمایت دستگاه های غیر ایرانی خب چون این حرف هایی میزنن. این یک بحثیست زمانی بشه گفتم میپرد. میان میگیرن آقای بروجردی رو به زندان میندازن، شکنجه میکنن، محکوم میکنن، هرچی. و کسانی مثل آقای بروجردی، مثل ارژنگ داودی و بقیه، این رو شما توضیح بدید که چرا شکنجه ها و زدن ها و محرومیت ها و در دوره محکومیت باز ادامه داره؟ این از چی نگران هستن؟ از چی وحشت دارن به قول روزمر؟ خانم مزین صدا خواهش میکنم. ببینید جناب چالنگی، این شکنجه ها رو اونو ادامه میدن، من هیچ توضیحی بر رفتار غیر انسانی اونها نمیشه داده و جوری وسیع عمل میکنن و غیر انسانی رفتار میکنن در همه ابعاد که توضیح اون ساعتها وقت ببره و شاید روزها و روزی که بخوان جنایت های این رژیم رو بررسی بکنن فکر نکنن به این آسونی بتونن حتی نام ببرن. منتها چیزی که خیلی واضح هست در مورد زندانیانی شبیه آقای کاظمینی بروجردی این هستش که آقای کاظمینی، شما اشاره فرمودین که خب کی اولین نفر باشه، حالا نمیشه گفت اولین نفر رو و شاید هم خیلی حالا چیز نباشه، ولی آقای کاظمینی بروجردی سالهای خیلی پیش حتی در دهه 70 مقاله دارن و الان هست موجود مقاله نوشتن که باید دین از حکومت جدا باشه و اولین کسانی که با این حکومت دینی مخالفت کردن، یکی از مهمترین کسانی که مخالفت کردن پدر آقای کاظمینی بروجردی بود که زمان آیت الله عظما بود ولی خب عرفانی بود و گوشه نشین ترسانه بسیار داشت. خود آقای کاظمینی بروجردی همین جور بارها مقاله نوشتن صحبت کردن که مخالفت این کردن با دخالت دین در حکومت. به خاطر این مواردی که این جنایت ها رو الان به نام دین می نویسن و اون به اون وجهه شرعی می دن و وجهه قانونی می دن در از و تقدس هم می دن، اینها از این مورد وحشت می کنن و این افراد رو مثل آقای کاظمینی بروجردی شکنجه می دن و مورد آزار قرار می دن، چون می بینن که اینها از داخل زندان هم همچنان به مبارزه و کمپین خودشون ادامه می دن و این شجاعت رو دارن. یکی این هست. دومین چیزی که مخصوص آقای کاظمینی بروجردی هست، حالا شما چون اسامی دیگه هم اسپورتی، خب اونها کمپین دارن میکنن، زحمت میکشن، داخل نامه مینویسن، کار میکنن هنوز و شکنجه ها رو از پا در نیاورده، اینها تحت فشار هست. دومین مورد که مخصوص آقای کاظمینی بروجردی هست این کسی که یک روحانی شیعه که میتونسته در دستگاه حکومتی این امکان رو داشته باشه که بهترین امکانات و جایگاه رو برای خودش به وجود بیاره، الان زندان رو انتخاب میکنه در اصل و نمیگه به همه چیز و به وسیله اسناد و به اصطلاح رفرنس های خود اسلام اونها رو محکوم میکنه که شما دارید اشتباه میکنید و رد میکنه. به وسیله احکام اسلامی، اسناد اسلامی، ایشون رساله نوشته ولایت فقیه رو رد کرده، ایشون با اسناد اسلامی رساله نوشته برای دموکراسی و به اونها ثابت کرده که شما دارید اشتباه میکنید. این بسیار برای اونها خطرناک هست. این مورد که یک نفر این موارد در زندان مگه ادامه داره؟ یعنی بله از زندان ادامه داره. ایشون از مواضع خودش اصلا پایین نیومده و همچنان داره ادامه میده. یعنی تاکید بر مواضعشون زمین ساز شکنجه و آزارهای بعدی است. اونها تمام فکر میکنن که اگر ایشون رو مورد آزار و اذیت قرار بدن و به نوعی حالا دارن از بین میخوان ببرن، میتونن اون رو ساکت بکنن.
خب من یه توضیح بدم، هدف من این نبود، یعنی حرف من این نبود، البته خانم معزن زادن چون این برداشت نداشتن احتمالا، که من قصدم این بود که اولین کس چه کسی بود درباره سکولاریسم این روزها ورد زبونها صحبت کرد، جدایی حکومت از دین. خیر، من چون این هدفی نداشتم، برای اینکه قرار نیست در این زمینه به کسی مدال بدن، چون اگر بخواهیم برگردیم این از کجا شروع میشه در عرصه سیاسی ایران، برمیگردیم ما حتی به دوران انقلاب مشروطه که انسانی مثل احتشام السلطنه بودند که از همون آغاز مخالف دخالت دین در حکومت بودند در برابر شیخ فضل الله نوری و بقیه، و در دوره معاصر یک کمی بعد از مشروطه، باز همچنان معاصر هست به نحوی مشروطه، با صدای بلند شاپور بختیار، دکتر شاپور بختیار که با صدای بلند برحذر داشت انقلابیون رو از ادامه حمایت از روح الله خمینی، اما چنین نشد، آمدند حمایت کردند، امثال از خارج، امثال دکتر ابراهیم یزدی ها و در داخل هم که میدونیم بسیار بودند و در کنار خلخالی ها نشستند همین افراد، آقای دکتر ابراهیم یزدی دادگاه های اولیه انقلاب رو اداره کردن، افسران ارتش ایران رو اعدام کردن و بسیار موضوعات دیگه. من در برنامه های ویژه حتما برای آشنایی بیشتر نسل جوان خواهم شکاف پرونده های گذشته رو برای آشنایی نسل جوان، همونطور که گفتم آقای دکتر ابراهیم یزدی امروز روز هم باز صدا بلندتر و رساتر می سازه برای حمایت و فراخوانی به وحدت از مؤتلفه، سازمان مؤتلفه، سازمان تروریستی مؤتلفه حمایت میکنه، دعوت میکنه بیاید دست به دست هم بدیم و مانع از سقوط حکومت بشیم. خانم معزنزاده عزیز، برنامه شما هم هست، من طولانی صحبت کردم، در روزهای در چنین روزها و روزها و شبهایی که در ایران جاری هست، خانواده نگران هستن، بسیارن، هزاران خانواده نگران، خانواده ریحانه جباری، به نظر میرسه که انسان بیگناه دیگری داره به چوبه دار نزدیک میشه. شما رو، تفسیر شما رو میشنم، چرا؟ چرا باز یک قربانی دیگه برای لاپوشونی بر پرونده جنایات دیگر؟ بله، البته این پرونده خیلی تأسف آور بود و همونجور که خودتون میدونین امسال این پرونده هم زیاده و باز جای شکرش هست که حالا این در مورد ایشون مطرح شده و باید برای همه این که من تاکید کردم و مثلا نهادهای حقوق بشر خواستار این هستن که بیان و صدای زندانیان باشن، به این علت که از این موارد گفته بشه و مظلوم و محروم از همه صحبت‌های گوشه اعدام نکنن. بسیار زیاد بوده اعدام، الان آمارها خیلی بالاست، از زمان آمدن آقای روحانی تا کنون بیش از 700 نفر تا حالا اعدام کردن، به نوعی آمارها میگه، آمار اعلام میکنه. و در مورد ایشون خیلی مشخص نمیشه گفت، من کارشناس حقوقی نیستم، ولی از نظر اونچه که خوندم و در رسانه ها دنبال کردم، از نظر حقوقدانان خب پرونده های شبیه این حتی بر اساس قانون خود جمهوری اسلامی که نقاط ضعف بسیاری هم داره، حتی بر اساس اون قانون هم اگه بخواد اجرا بشه، باز داره نقص های زیادیه این پرونده. باید در مورد قتل محرز بشه، اعتراف کنه خود شخص، نمیدونم دلایل محکم باشه، شهود بیان بدن، قاضی با علمش به اینجا برسه، این طبق قانون خود جمهوری اسلامی هست که اگر بخواد اجرا بشه. هنوز در مورد این پرونده نقاط مبهم بسیاره، وکیل قبلی ایشون اعلام میکنه که کس دیگه ای مثل که در کار بوده، ضربه که ایشون زده موجب به قتل نشده، شخص دیگه ای میخواست تصفیه حساب کنه، آقای وکیل قبلی خانم مصطفی هستن که اینجور نوشته بودن، و خود خانم
جباری و مادرشون اعلام کردن که اون خودش تلفن زده به پلیس، نمیدونم خیلی موارد مختلف. حالا من اینجا نمیخوام وقتتون رو بگیرم. پرونده دوچار نقاط ضعف زیادی هست، نقص داره. چنین حکم سنگینی که جان یک انسان رو داره میگیره باید خب خیلی با دقت صورت بگیره. تمام موارد باید برطرف بشه، شبهات باید برطرف بشه تا به جای برسن. گرچه من خودم شخصا و بسیاری از افراد دیگه مدافعان حقوق بشر مخالف اعدام هستن، این یه طرف من از نظر خود جمهوری اسلامی حالا اومدم بررسی کردم. من که حالا 100% با اعدام مخالف هستم من شخصا، به خاطر اینکه کشتن حتی یک نفری که حتی قاتل هم باشه نتونسته تا حالا جلوی قتل رو بگیره. در مورد خانم جباری الان میبینیم که ایشون خیلی اومده صحبت کرده، صادقانه گفته که من تلفن زدم، من اینجوری شده، خودش زنگ زده اورژانس اومده. حالا به نوعی اینا تصمیم گرفتن که ادام. من شنیدم در اخبار که یک نوجوان 13 ساله که در یه درگیری خیلی ساده حالا به نوعی دوست خودش رو کشته، الان بردن داخل زندان. الان این 13 ساله رو میذارن تا به سن رشد برسه، بعد میخوان اعدام کنن. یعنی زندگی کاملا داخل زندان که از بین میره، بعدم حالا اعدام میکنن. خیلی خیلی این وحشتناکه این مورد، این طرز حکم دادن. این فقط من یه اشاره بکنم، این نکاتی که من گفتم حالا بر اساس خود قانون جمهوری اسلامی هست، اما این قانون خودش هم نقص داره. یعنی یک نفر قاضی بیاد خودش رو اینقدر محرز اینقدر مهم بدونه، نماینده حتی خدا بدونه، که بیاد بگه علم من اینو گفته. علم قاضی هم برای اساس نیست. خیلی نقص هست داخل حتی این قانون جمهوری اسلامی. این همه مفاسد و اتفاقات بدی شبیه این که داخل در جمهوری اسلامی اتفاق میفته، داخل ایرانی که الان به نوعی به نام اسلام داره حکومت میکنه اتفاق میفته، به خاطر از این ناشی میشه که یک قانونی رو برش حکم کردن که این قانون میگه قانون خداست و کسی حق حرف زدن نداره. نیومدن قانون رو بر اساس یک قوانین دموکراتیک بذارن و پیشرفته بذارن، بر اساس یک قوانینی گذاشتن که اصلا تماما نقص. خانم معزن زاده، اگه همونطور که مثلا جمهوری اسلامی میگن زندانهای ایران گلستانه و هتل و نه زندان و سیستم قضایی جمهوری اسلامی بهترین سیستم قضایی در جهان هست، چرا درهای ایران رو باز نمیکنن؟ گزارشگران بین المللی از جمله احمد شهید به ایران برن دیدار کنن و گزارش کنن به جهان. کمتر از 2 دقیقه وقت. خواهش میکنم. بله، همونطور که خودتون فرمودین در سوال خیلی واضحه، واقعا جمهوری اسلامی خودش هم میدونه که چه کار داره میکنه و چه جنایت هایی داره انجام میده، فقط سعی میکنه که چهره دیگه از خودش به دنیا نشون بده و وحشت داره از اینکه دیگران در خارج از کشور به سوی متهم بکنن و پرونده جمهوری اسلامی رو به سوی ببرن که یعنی ناقض حقوق بشر معرفی بکنن، وگرنه حتما راه میداد. سپاس گذار هستیم خانم مریم معزنزاده عزیز، با سپاس بسیار از شما. امیدوارم در برنامه آینده باز با ما و بینندگان تفسیر خبر باشید. تشکر میکنم از شما که این فرصت رو به من دادید. با سپاس از شما. و ما یک خبر در پایان برنامه شنیدنی است. این حقوق شهروندی که حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به اون اشاره کرده بود، برداشت‌های کارگزاران حکومت فقیه در ایران چیست از این حقوق شهروندی؟ مدیر کل فرهنگی و اجتماعی، جالبه، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویر احمد گفته بله، حقوق شهروندی چیز بسیار مهمی است، باید رعایت بشه و از جمله حقوق شهروندی اینه که ما شهروندان و مسئولان تنبیه کارکنان بدحجاب، این جزء حقوق شهروندیه. یعنی اگه پس فردا بر اساس تعریف حجج اسلام از حقوق شهروندی گفتن شلاق خوردن هر ایرانی هم از حقوق شهروندی اونهاست، هیچ جای تعجبی نیست. تنبیه کارکنانی که بدحجابن، این جزء حقوق شهروندیه مردم حساب میشه به عنوان این مسئول فرهنگی و اجتماعی نظام ولایت فقیه در ایران.
به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. با امید به روزی که نه تنها در ایران، در هیچ کجای جهان هیچ انسانی به خاطر افکار و عقاید سیاسی و کردار سیاسی خودش به زندان نیفت. با امید به چنین روزی که در این کره خاکی، این کره ناچیز در مجموعه کائنات، انسان‌ها روزی روزگاری به تمام حقوق انسانی خود دست پیدا کنند و در ایران مردمان صاحب زندگی شایسته خود باشند، در کشور ثروتمند ایران کودکان آینده روشن در برابر خود داشته باشند، با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال سند و سبلان آسماری، کوساران درک دلهو و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، شادیتان پایدار.